Well, the, the historical challenge still remains. بین افغانستان و پاکستان در بخش سرحد یک مشکل تاریخی باقی مانده است و دلیل آن منازعه سرحدی است و هیچ یک از کشورها از افراد و گروههایی که در سرحد رفت آمد میکنند نظارت درست ندارند جای تعجب نیست که این گروه ها مانند طالبان پاکستانی تهدیدات خود را در برابر حکومت پاکستان افزایش بخشیدند و آنها از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند و آموزش می بینند و مسلح می شوند و بعد علیه پاکستان دست به حملات می زنند. و جای تعجب هم نیست که پاکستان از رهبران طالبان افغان خواسته است تا فعالیت های تی, تی پی را در خاک افغانستان سرنگون کنند ما شاهد مخالفت دراز مدت در خط دیورند هستیم که باعث درگیری های سرحدی شده است و در سال 2023 ادامه می یابد. این حملات ختم نشدند و شاهد همچون رویدادها توسط شورشیان طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان خواهیم بود در مورد درگیری های مسلحانه در سرحد میان افغانستان و پاکستان که با وجود زرخواهی طالبان اسلام آباد ادامه یافته است و نظر شما تا چه حد طالبان پاکستانی می که به پاکستان و در این حال به طالبان داخل افغانستان تهدید ایجاد کنند؟ فکر نمی کنم که درگیریها برای طالبان تهدید ایجاد کند به نظرم آنچه به نظر می رسد این است که روابط تاریخی پاکستان با طالبان تا حد تحت تاثیر قرار گرفته است در سالهایی که هنوز امریکا در خاک افغانستان حضور داشت در زمان کرزه و غنی رهبری طالبان در پاکستان به سر می بردند به شمول بلوچستان و شهر کویته و روابط بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان بیشتر رونق گرفت اما اکنون طالبان افغانستان را اداره می و حاکمیت ارضی خود را دارند به همین خاطر هر کاری که حکومت پاکستان بخواهد طالبان افغان انجام نمیدهند به شمول مبارزه در برابر طالبان پاکستانی که حکومت پاکستان از آنها بخواهد به همین خاطر به نظرم از نظر کلی ما طالبان افغان را میبینیم که اکنون در مخالفت با حکومت پاکستان ایستادهاند و باید منتظر درگیری های بیشتری در سال 2023 باشیم شمار از مخالفین حکومت طالبان در گیری ها را در مرز میان افغانستان و پاکستان بین طالبان و نیروهای پاکستانی و طور نمایشی می که طالبان می نشان دهند که با پاکستان رابط تیره دارند و بر تصمیم آنها نقش ندارند نظر شما چیست؟ well, my, based on the available evidence, از تجربه ای که من دارم و شواهدی که موجوده است ما شاهد در ها در سرحد هستیم من فکر می کنم که طالبان افغان حامی قوی حکومت پاکستان هستند اما به نظرم زد و خوردها در سرحد نشان می دهد که بین آنها شکستگی به میان آمده است به همین خاطر فکر نمی کنم بیشتر مورد بحث قرار گیرد و ما شواهد اضافی به شمول تخمین سازمان ملل متحد داریم من با افرادی که در منطقه و در سرحد هستند صحبت کردم و آنچه که اتفاق افتاده است واقعی بوده و نادرست نیست So uh, مقامات استخباراتی امریکا هشدار دادند که گروه داعش در افغانستان در حال رشد است و سایر گروههای دهشت در خاک افغانستان مستقر شدند و نظر شما این گروهها توانایی انجام حملات یا تهدید امنیت منطقه را دارند طالبان ادعا میکنند که داعش را سرکوب کردند از بیش از یک سال بدین سو در افغانستان پیشرفت جالب این است که پس از خروج نیروهای امریکایی از خاک افغانستان حکومت برحال است که با گروه های بزرگ دهشت افغان رابطه دارد و یکی از آنها به ویژه القاعده در داخل خاک افغانستان است به این معنی که سرپرست وزارت داخله سراجدین حقانی رابطه در از مدت با القاعده دارد به همین دلیل تهدید جدی نه تنها متوجه ایالات متحده بلکه سایر حکومت ها به شمول منطقه هند و فرامنطقه وجود دارد ایالات متحده در یک موقف بسیار دشوار قرار گرفته تا کمپاین واسوباتی را برای مبارزه با این گروه ها در داخل افغانستان داشته باشد و آنچه برای عملیات خاص امریکا در مبارزه با دشت افغانی نیاز است وجود ندارد برای این عملیات دو چیز مهم است یک شریک در منطقه که با ما همکاری کند و یکی از کشورهای باشد که به طور درست با ما کار کند معلوم دار که با حکومت طالبان کسی کار نمی کند تشکیلات استخباراتی کافی پس از خروج امریکا از افغانستان وجود ندارد یالات متحده اکثر لوازمی را که دسترسی محدود به اطلاعات از داخل افغانستان و نظارت و جمع آوری معلومات را میسر می ساخت به ویژه تیاره های بدون سرنشین کیو را از افغانستان بیرون کرده است در بخش مبارزه با داعش شما با مقامات یالات متحده در تماس هستید. آینده ای ماموریت آمریکا در برابر تروریسم در افغانستان چطور بینید؟ دسترسی محدود به خاک افغانستان موجود گروههای داعش تا چه حد می‌تواند بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد؟ Well, right uh, به نظرم در وضعیت کنونی دشوار است به خاطر که مقامات امریکایی بیشتر برای حمایت اوکراین در جنگ شرق اروپا متمرکزند و در این حال آمادگی برای جلوگیری از جنگ در تایوان را دارند ایالات متحده در حال حاضر روی سایر نقاط جهان تمرکز دارد نگرانی من این است که واقعا ساحه دشت در خاک افغانستان شدیدا افزایش یافته است این کار میتواند و به توطعه از خاک این کشور بیانجامد ممکن ما شاهد افزایش شمار کمپ ها و افرادی باشیم که از غرب به شمول امریکا برای آموزش به افغانستان بروند اما ممکن چیز بدتر اتفاق بیفتد تا امریکا بتواند منابع خود را در آنجا استفاده کند به خاطر که یالات متحده برای نظارت از داخل افغانستان نیاز به نو درون های 9 دارد که بتواند بر قلمرو افغانستان پرواز کند و معلومات استخباراتی را که ممکن باعث حملات خطرناک شود جمع آوری کرده و اگر نیاز باشد سربازان خود را برای انجام حملات بفرستند قسمی که امریکا به سوریه برای کشتن قماندان ارشد داعش فرستاد به همین خاطر از این نظر نگرانی من این است که اولویت امریکا در سایر نقاط جهان معطوف است و توانایی اقدامات در داخل خاک افغانستان به ویژه از قمندانی مرکزی امریکا در تمپای ایالت فلوریدا بسیار محدود می باشد.